نیروی هوایی روسیه یکی از نیروهای هوایی پیشرو در جهان نظامی شناخته می شود. البته مثل همیشه با اختلاف از فناوری‌های غربی نظیر آمریکا بوده است. اما همین نیروی هوایی امروزی روسیه در چه حد و در چه توانی می باشد و ایران با خرید از روسیه در چه جایگاهی قرار گرفته یا حداقل چه جنگنده‌هایی را خریداری یا مونتاژ در ایران می کند؟ سلام به مجله دارکو، خوش آمدید. حتما این ویدیو رو تا انتها نگاه بکنید، به موضوعات جذابی در این ویدیو پرداختیم. طیف گسترده هواگردهای روسی نظیر سوخو، میگ و میلها باعث آن شده که علاوه خریداران نظامی دوچندان شود. اما ایران مشتری جدید هواگردهای روسی نبوده، بلکه در دهه 70 شمسی ایران از سوخوی 24 تا میگ 29 و قطعات تجهیزات سوخوی 22 فیتر را خریداری کرده. ایران حتی دیگر تجهیزات روسی در بحث زمینی و دریایی را هم نظیر زیردریایی های کیلو و تانک های T-72 خریداری کرده است. اما امروزه فروش جنگنده های سوخو بر میگ پیشی گرفته و حتی کارخانه های میگ را در آستانه ورشکستگی قرار داده. البته قابل بیان است که تنها جنگنده های میگ که در خط تولید هستند میگ 29 ارتقا یافته و میگ 35 آن هم محدود برای خود روسیه می باشد. اما میگ طراحی نسل پنجم به نام میگ 41 را در دست ساخت دارد که تا حدود 5 سال آینده به خط تولید هم خواهد رسید. از طرفی سوخو یکی از کارخانجات پیشرفته روسی در عرصه تولید جنگنده های سوخوی 30 و سوخوی 35 و سوخوی 57 و جدیدن هم در طی چند ماه گذشته با حضور و رونمایی از جنگنده سوخوی 75 تک موتوره چکمیت در طی چند ماه اخیر بودیم. عرصه فناوری و پیشرفت امروزه به حدی بالاست که دیگر بودجه یک سازمان یا بودجه کمکی دولتی نیست پاسخگو نخواهد بود. برای نمونه ساخت پرهزینه F-35 حدوداً 8 کشور را درگیر خود کرد. در واقع F-35 ایالات متحده حدود 8 کشور در ساخت آن دخیل بودند و از هزینه های آن برای آمریکا کمی کاسته شد. در مورد روسیه هم جالب است که بدانید بسیاری از کشورها مانند هند در پروژه سوخوی 57 قرار گرفتند تا کمی از هزینه های بسیار سرسام‌آور آن را کاهش بدهند. مسئله ای که در اروپا حدود 15 سالی است که اتفاق افتاده، نظیر یورو فایتر که توسط کنسرسیوم مشترک چند کشور اروپایی ساخته شده است. هر کدام آنها برای خود بازاریابی منحصر به فردی را انجام می دهند. اما حال ایران باید چه کاری انجام دهد؟ کشور ایران از نظر پهپادی سرمایه گذاری خوبی کرده، اما در عرصه هوایی و رزم هوایی چطور؟ خب به صورت همه ما آگاه هستیم که نیروی هوایی ایران از نظر تجهیزات ضعیف و قدیمی هستند و شدیداً نیاز به بازسازی دارند. اما حتی خرید سوخوی 30 و سوخوی 35 هم همانند قرص مسکن برای نیروی هوایی ایران عمل خواهد کرد. پس به صورت موقت درمانگر نیروی هوایی ایران خواهد بود. اما برای درمان اصلی ایران باید چه کاری انجام دهد؟ امروز سنگاپور و کره جنوبی در عرصه جنگنده های نسل پنجم با همدیگر همکاری بسیار تنگاتنگی را دارند و سرمایه گذاری مشترکی را بر روی پروژه داخلی کره جنوبی انجام دادند. به صورتی تنها دو کشور با ایران در سطح بالا همکاری می کنند. کشورهای مانند چین و روسیه که در سطح بسیار بالای نظامی و امنیتی با ایران رابطه هایی را دارن، به دلایل زیادی که در رأس آن اهمیت نزول آمریکا بوده است. اما سرمایه گذاری ایران برای یک نسل پنجم یا حداقل یک نسل ششم آینده در چین یا روسیه میتواند چندین پله ایران را از لحاظ علمی و فناوری و پیشرانه‌های نظامی حرکت دهد و در واقع برگ برنده‌ای برای آینده نظامی ایران باشد. اکنون پروژه‌های در چین و روسیه قرار دارند که نیازمند سرمایه گذاری هستند، اما ماجرا را به 30 سال قبل برگردانیم. مادامی که شوروی فروپاشید، بسیاری از طرحهای میگ و سوخو بر روی زمین ماندند و تا سالهای سال هیچ گونه برنامه‌ای برای اثرگیری آنها نبود. در این زمان چین با خرید طرحها و سرمایه گذاری بر روی طرحهای سابق کشور شوروی توانست بسیاری از طرحهای امروزی خود را پیش ببرد. در واقع چین با خرید طرح‌های شوروی سابق و هزینه و سرمایه‌گذاری
بر روی آنها توانست چندین طرح موفق جنگنده و هواپیما و بالگردهای رزمی بسازد. کشور چین که در چندین سال گذشته وارد کننده ادوات نظامی و مونتاژ کننده های کار نظامی شوروی بود، اکنون به یکی از جنگنده های پیشروی نظیر G-20 رسیده. در واقع امروز کشور چین به عنوان یک کشور پیشرو در عرصه نظامی در جهان شناخته می شود و طرح‌هایی را هم برای آینده در موضوعات مربوط به نسل ششم در دست دارد. فناوری خود به خود به دست نمی آید، یا باید آن را وارد کرد یا از نو ساخت. به نظر شما ایران در کدام مرحله فناوری قرار دارد؟ واردات یا ساخت فناوری؟ قطعاً جواب معقولانه واردات است، زیرا هزینه‌های مجدد برای سرمایه گذاری بسیار بالا است و صرفاً باعث از بین رفتن سرمایه و اتلاف زمان و وقت خواهد شد. اما چه طرح‌هایی و چه جنگنده‌های قابلیت آمدن و مونتاژ و ساخت داخل را در ایران دارند؟ خب به صورتی میتوان در باب این موضوع گفت که طرح‌های مانند میگ 31 روسی که توانایی‌های سرمایه گذاری خوبی را دارد، یا حتی میگ 39 و میگ 41 از جمله مواردی است که ایران با واردات فناوری و خط تولید میتواند پیشرو در جهت عرصه هوایی در منطقه خاورمیانه باشد. اتفاقی که اگر نیفتد ایران در عرصه های هوایی مجدداً قطعاً بدانید که در جا خواهد زد. ایران منابع بلوک شده در چین را دارد که میتواند با تهاتر نه و فناوری مسئله برد برد ایجاد کند و موجب اشتغال در عرصه هوایی هم بشود. اتفاقی که در کشورهای همسایه ایران مانند پاکستان انجام شده و جنگنده GF-70 پاکستان با همکاری چین در حال تولید است. اما این مسئله عزم جدی و توان قوی دیپلماسی نظامی را میطلبد و همچنین بسترسازی برای تولید و ارتقای چندپله‌ای صنعت هوایی ایران. امروزه ایران توانایی بسیار بالایی در ساخت پهپاد و موشک دارد، اما در عرصه هوایی متاسفانه تلاش‌های صورت گرفته اما به صورت کامل نبوده. در ویدیویی به صورت بسیار کامل به موضوع قاهره F-313 پرداختیم، جنگنده نسل پنجمی که در ایران توسعه یافت اما متاسفانه از تست‌های پروازی هیچ گونه خبری منتشر نشده است که نشان از شکست احتمالی این پروژه می‌دهد. اما در بسیاری از موارد نظیر هواپیمای ایران 140 که یک هواپیمای نمونه آنتونوف 140 اوکراینی باشد، بسیاری از هواپیماهای ساخته شده در ایران یا حتی اوکراین متاسفانه با سقوط مواجه شد و خط تولید آن توسط حسن روحانی در سال 92 برای همیشه از بین رفت. اما متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاری ها همیشه به جواب نمی رسند. اما بسیاری از سرمایه گذاری هایی که با شکست مواجه می شوند، بدانید که حتما برای موفقیت پروژه بعدی بسیار حتمی است. جالب است که بدانید بسیاری از موشک ها و ماهواره برهای ایرانی، بسیاری از آنها در طی چند سال گذشته با شکست‌های بسیار زیادی مواجه شدند. اما سرآغاز هر موفقیت شکستی هست، شکستی که می‌تواند تجربه‌های بسیار عالی را برای صنعت ایران به دست بیاورد. پس قطعاً ساخت جنگنده ولو از جنگنده نسل سوم یا نسل چهارم هم شروع شود، مطمئن باشید که می‌تواند به زودی زود به جنگنده‌های نسل بعدی برسد. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. حتما مجله دارکوب را سابسکرایب بکنید و با لایک و کامنتتون هم از ما حمایت کنید. حتما نظراتتون را برای ما به اشتراک بذارید و ممنون میشم که از دیگر کانال‌های ما نظیر رویال لند هم دیدن کنید. به امید دیدار و به امید روزی روشن، خدا نگهدار. Now we're never till the day that we dream.